هرگز گیرنده بحث. خب امروز هم بحث خوبی رو براتون آماده کردم، عنوانش هست چه کسانی قادر به تصمیم گیری عاقلانه نیستند؟ خوبه که بشناسیم افراد دوروبرمونو، نه خودمونو. آیا ما قادریم تصمیم های بالغانه بگیریم؟ آیا قادریم به درستی تصمیم بگیریم تا بعد پشیمون نشیم؟ خب خوشحال میشم دوستانتون رو هم دعوت کنید، دعوت کنید که اونها هم شرکت کنن در این موضوع و همراه باشیم با هم، برای اینکه بتونیم توی ارتباطاتمون هم تصمیم گیرنده های بالغی باشیم و بالغانه و درست تصمیم بگیریم. اما چرا من این موضوع رو انتخاب کردم؟ مهمترین هدفم از انتخاب این موضوع این بود که شما خودشناسی کنید و ببینید که در موقعیت‌های مختلف زندگی چگونه عمل می‌کنید. آیا بیشتر مواقع یه تصمیم گیرنده درستی هستید یا نه؟ اصلا اشکالاتی دارید که باید اون اشکالات رو بشناسید. اگر بتونید اشکالات خودتون رو شناسایی کنید و برطرف کنید، در موقعیت‌های سخت و حساس میتونید تصمیم‌های درست بگیرید و یه زندگی خوب رو بسازید. چون اگه قرار ما سازنده زندگیمون بشیم، مسئول زندگیمون باشیم، باید مهارتش رو کسب کنیم. خب اول در خودمون تغییر ایجاد میکنیم، بعد انتظار داریم زندگیمون تغییر کنه. یکی از تغییرات اساسی اینه که مهارت تصمیم گیریمون رو بالا ببریم. اما بحث امروز اینه که نشانه های افرادی که تصمیم گیرنده های نابالغی هستند رو بشناسیم. کسایی که خوب تصمیم نمیگیرن. لطفاً هر کدوم از این ویژگی هایی که من میگم، من امروز 6 تا از ویژگی های افراد رو بهتون میگم، افرادی که نمیتونن خوب تصمیم بگیرن. شما بابت هر کدوم از این آیتم ها بین 1 تا 5 نمره بدید. 1 یعنی خیلی کم اینجوری هستم، 5 یعنی خیلی زیاد این مشکل رو دارم. بعد نمره های خودتون رو جمع کنید، تقسیم کنید به تعداد آیتم ها، معدلتون در بیاد. هرچی نمره شما بالاتر باشه، یعنی مشکلات تصمیم گیریتون بیشتره. مشکلات تصمیم گیریتون بیشتره. خب چه کسای قادر نیستن تصمیم خوب بگیرن؟ اولین گروه بچه ها هستن. بچه هایی که سنشون کمه، قطعا بچه های زیر 12 سال. چرا؟ 1، مغزشون و سلول های عصبیشون خوب شکل نگرفته، مخصوصا مغز پیشانیشون که منطقه تفکر و تصمیم گیریه، باید به تکامل برسه. معمولا تا 12 سال این اتفاق نمیفته. علاوه بر این که از لحاظ فیزیولوژیک یا زیستی، یعنی ساختار، هنوز به تکامل نرسیده، این بچه های کوچیک تجربه های کافی هم ندارن که بتونن ازش استفاده کنن، دانش کافی هم ندارن که بتونن در موقعیت های مختلف مراجعه کنن به دانششون، بگن خب با توجه به اطلاعاتی که من دارم الان اینجوریه، پس من باید این کار رو انجام بدم. پس هرچقدر که افراد سن کمتری دارن و در منطقه کودکی هستن، تصمیم گیری در موقعیت ها براشون دشوارتره. که حالا اونجا تو بحث والدین فرزندان من بعدها خواهم گفت که والدین برای اینکه فرزندان قوی، مستقل و تصمیم گیرنده پرورش بدن که بدون حضور اونها بتونن اقدامات درست رو انجام بدن، لازمه چه کارهایی انجام بدن؟ پدر مادرها چه کارهایی انجام بدن؟ اما بس اینه که هرچی دانش و تجربه فرزندان ما بیشتر میشه، قدرت تصمیم گیری یا تشخیص موقعیت براشون بالا میره. شما نگاه کنید بعضی از بچه هایی که
تو خیابون هستن، تو کوچه هستن، به نظر خیلی تیز میان، فرز میان، بچه های کار رو میبینید، خیلی از اوقات از دور تشخیص میدن این ماشین ماشین درستیه، برم سراغش، این راننده احتمالا به من پول میده، جواب میده یا نه. چجوری میشه که این بچه میتونه انقدر خوب طرف رو با یه نگاه ارزیابی کنه، تجربه هایی که داشته، که دیگه تجربه بهش کمک میکنه که تصمیم گیری کنه. اما به هر حال بچه ها تو سنین پایین برای موضوعات جدی، هرچی موضوع و مشکل جدی تر میشه، تصمیم گیری براشون سخت تره. برای همین بچه ها وابسته به بزرگترها و والدینشون هستن. خب اما پدر مادرهایی که مدام برای بچه هاشون مسئله حل میکنن و فرزندانشون رو تو موقعیت های راحت قرار میدن و بعد میگن میخوام بچم فقط خوشحال باشه، میخوام بچم فقط بازی کنه، میخوام بچم فقط از زندگی لذت ببره، این بچه لذت میبره، سن شناسنامهش بالا میره، ولی سن عقلانیش به واسطه کمبود مسائلی که میبایست خودش حل کنه پایین میمونه. پس کلن مسئله حل کردن یا تفکر کردن یا تشخیص این که الان چیکار کنم، یعنی حل مسئله دیگه، یعنی تصمیم برای این که من چیکار کنم، این به تدریج توانایی تفکر و رشد عقلانی رو بالا میبره. خب پس بچه ها نمیشه انتظار زیادی داشت که تصمیم گیرنده های خوبی باشن. دومین گروه از افرادی که نمیتونن تصمیم بگیرن. خب حالا شمایی که شنونده این لایف هستین، دارین یادداشت میکنین، به خودتون نمره بدین بین 1 تا 5. نمره شما در مورد درستی این جمله شماره 1 بین 1 تا 5 چنده؟ هرچه نمرتون بیشتر باشه یعنی شما احتمالا سنتون کمتره دیگه، مثلا این آیتم در شما صدق میکنه، پس مشکل تصمیم گیری دارید. 2، افرادی که بسیار هیجانی هن. هیجانی یعنی چی؟ مثلا شخصیت های استرابی، شخصیت هایی که پرخوشگرن، خشم زیاد دارن، خیلی عصبی هن، پر استرس هن. هرچی هیجانی تر باشیم در موقعیت ها، سخت‌تر میتونیم تصمیم درست بگیریم. افرادی که هیجانی زندگی میکنن، مخصوصا زمانی که هیجان دارن، به شدت حالشون منقلبه، در اون زمان که من همیشه گفتم مراقب باشید، وقتی که هیجانی هستید تصمیم نگیرید، پیام ندید به کسی، چون سوء تفاهم به وجود میاد. بنابراین افرادی که نمیتونن هیجاناتشون رو مدیریت کنن، خود تنظیمی هیجانی ندارن یا به بلوغ عاطفی نرسیدن، خیلی راحت هیجانی میشن، اینها تصمیم گیری هاشون بیشتر خطا داره، اشتباه بیشتر میکنن، مشکلاتشون رو سختتر حل میکنن. شما چگونه هستین؟ اینو ارزیابی کنید و ببینید که ببینید عصبانی شدن اشکالی نداره، ولی عصبانی موندن اشکال داره، آزرده شدن، مضطرب شدن در یه لحظه اشکال نداره، اما مضطرب موندن برای 1-2 ساعت یا 1-2 روز این مشکله. یعنی این شخصیت در زندگیش قطعا مشکلاتی داره در موقعیت های ارتباطی، موقعیت های حل مشکلات، و ضعیف عمل میکنه. 3، دیگه چه گروه های قادر به تصمیم گیری درست و بالغانه نیستن؟ چون تیتر بحث ما اینه دیگه، اول گفتیم بچه ها قادر نیستن تصمیم گیری درست انجام بدن، 2، افرادی که خیلی هیجانی هستن نمیتونن تصمیم گیرنده های خوبی باشن، افرادی که بسیار مضطربن یا خیلی عصبی هستن، عصبانی هستن، افرادی که خیلی زندگی کلیشه‌ای و عادتی دارن،
یعنی باید همه چیزشون طبق یک روتین و یک نظمی باشه و زندگیشون اصلا قابل پیش بینی باشه. اینا مدام برنامه ریزی میکنن که با برنامه هاشون جلو برن و وای به اون روزی که یه چیزی خارج از برنامه براشون اتفاق بیفته، دست و پاشون رو گم میکنن. چه کنم چه کنم؟ چون انقدر توی قالب زندگی کردن که خارج شدن از اون قالب همیشگی، از اون عادت‌ها، یعنی روبرو شدن با موقعیت‌هایی که نیاز به تفکر و تصمیم گیری داره و اینا قادر نیستن که تو موقعیت‌های غیر قابل پیشبینی خوب تصمیم بگیرن. حالا شما چجوری هستین؟ خیلی با کلیشه و نظم و برنامه زندگی میکنین؟ پس احتمال داره اگه یه موقعیتی پیش بیاد نتونین خوب تصمیم بگیرین. چهارمین گروه از افرادی که نمیتونن تصمیم گیرنده های خوبی باشن، افراد مطیع و وابسته هم. افرادی که خیلی وابسته به پدر یا مادرشونن و بعدها همین آدما وابسته میشن به همسرشون، یعنی کلن افرادی که شخصیت مستقل ندارن چون تواناییشو ندارن که به تنهایی تصمیم بگیرن. حالا تصمیم گیری میتونه خرید لباسی باشه که میخوان بپوشن، اتومبیلی باشه که میخوان بخرن، شغلی که میخوان انتخاب کنن، رشتهی که میخوان انتخاب کنن، یا تصمیم گیری های کوچیک برای اینکه امروز پیشنهاد دوستم رو قبول کنم، باهاشون برم یا نرم. اینا باید حتما یکی بهشون بگه آره بابا برو، بلند شو برو، اشکالی نداره. آیا تابستونه؟ یک هفته تعطیلی داریم تو شغلمون. آیا سفر برم یا نرم؟ الان مثلا اینجا حراج گذاشتن، آیا خرید بکنم یا نکنم؟ واقعا نمیتونن تصمیم بگیرن. و اینا اگه حالا طبق یک شرایطی تصمیم بگیرن که یک کاری بکنن، بگن آره میرم این کارو میکنم، بعدش هی فکر میکنن آیا تصمیم درستیه؟ نه اشتباه کردم، نه درسته، و این بیچارهشون میکنه. پس شخصیت های وابسته یا مطیع، کسایی که دائما اطاعت کردن از یک مرجع قدرت، یعنی همیشه یکی بوده که با اطمینان و اعتماد به نفس گفته درست اینه، غلط اینه، این کارو نباید کرد. و شاید بچه‌هایی که پدر مادرای خیلی قوی و با اعتماد نفس داشتن، دارن، یه همچین آدمایی بشن. آدمایی که سنشون هم بالا میره، ازدواج هم میکنن، مثلا 40 سالشه، 50 سالشه، ولی برای تصمیم گیری های جدی با همسرش مثلا تصمیم میگیرن خونه‌شون رو عوض کنن، تصمیم میگیرن بچه دار بشن. باید بیاد با پدر مادرش مشورت کنه و بگه خب نظر شما چیه، شما چی؟ این یعنی این که این اصلا مهارت تصمیم گیری رو بلد نیست، و چون این مهارت رو بلد نیست و نمیدونه مهماش چیه، ارزشاش چیه و چگونه باید اینا رو با شرایط واقعیش تطبیق بده و بعد نتیجه گیری کنه، تصمیم بگیره، میره به یه کسی که او رو تا حدی یا به خوبی میشناسه، میگه تو بگو من چی کار کنم، بعد با خیال راحت میاد میگه آره بهتره این کار کنیم. ولی دوستان این تو نیستی که داری تصمیم میگیری، یکی دیگه است و تو یه شخصیت وابسته ای و این خیلی بده. یعنی یه جایی ما توان نداریم به تنهایی زندگیمون رو، حتی امور ساده زندگی رو پیش ببریم. باید اینا رو کار کنیم دیگه، باید یاد بگیریم، چون اگه یاد نگیریم یک عمر استرس داریم. خب اینا معمولا افرادی هستند که هویت ضبطی دارن. من تو مباحث هویت اینو درس دادم که 4 گروه هویت داریم که یک گروهش هویت های ضبطی، یعنی کسایی که خیلی زود به پذیرش رسیدن، متعهد شدن نسبت به انجام کارهایی، اما کنجکاویشون پایین بوده، نرفتن کنکاش کنن،
خودشون کشف کنن. همیشه از کسی که قبولش داشتن اطاعت کردن و به قول خودشون کار درست رو بدون فکر حتی انجام دادن. خب داریم راجع به این صحبت میکنیم که چه کسایی قادر نیستن تصمیم گیری عاقلانه و بالغانه داشته باشن. گروه چهارم افراد مطیع و وابسته بودن. اما گروه پنجم افرادی هستند که از لحاظ هوش پایینن، یعنی قدرت یادگیری پایینی دارن، توانایی یادگیریشون کمه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه تو موقعیت قرار بگیرن یا تجربه شخص دیگه ای رو ببینن یا خودشون یه چیزی رو تجربه کرده باشن، بلد نیستن یه جمع‌بندی کنن و بگن اه پس اگه من دوباره در چنین موقعیتی این اتفاق برام بیفته باید این تصمیم رو دیگه نگیرم، مثلا تصمیم اینجوری تصمیم بگیرم. اینا بلد نیستن چون قابلیت‌های ذهنیشون اجازه نمیده و شاید از لحاظ آیکیو و هوش خیلی پایین باشن. برای این آدم‌ها کنار یک فرد قوی بودن لازمه، چون با این که سنشون بالا رفته ولی توانایی یادگیریشون خیلی پایینه و شاید اگر تصمیم بگیرن که یاد بگیرن باید وقت بیشتری صرف کنن که این توانایی رو در خودشون بالا ببرن. توانایی بالا میره، توانایی تصمیم گیری، به شرط اینکه آموزش ببینن، تمرین ها رو انجام بدن، عجله نکنن، فرصت بدن به خودشون که در طول زمان یادگیری که انجام میشه عملا مورد استفاده قرار بگیره و تغییر کنن، وگرنه به عنوان یک شخصیت ضعیف تو اطرافیانشون شناسایی میشن. خب اما ششمین گروه از افرادی که قادر نیستن تصمیم گیری درست و عاقلانه داشته باشن، البته تعداد این افراد بیشتره ولی من در این لایو آموزشی به 6 گروهشون اشاره میکنم. 5 تا رو گفتم، ششمین گروه افرادی هستند که اصلا علاقه به یادگیری این مهارت ندارن و فکر میکنن یادگیری یعنی چی؟ با اینه که هوش دارن، توانایی یادگیری دارن ولی علاقه ندارن که برن و در یه بازه زمانی از یک الگوی قوی و یک سیستم که میاد این مهارت رو آموزش میده یاد بگیرن و حاضرن در طول زمان هزینه زیادی بپردازن بابت اشتباهاتشون، بابت تصمیم‌های غلطشون و زیانی که بابت اون تصمیم‌های غلط باید بپردازن. تصمیم گیری غلط انجام میده با هیجان، بدون فکر، بدون سنگین و سبک کردن سود و زیان بلند مدت کارشون. عاشق میشه، بر مبنای عشق تصمیم میگیره ازدواج کنه بدون اینکه بره بشناسه که اون فرد و من چقدر با هم جوریم، با هم دیگه جور در میایم، شباهت هامون چقدره، تفاوت هامون چقدره. بدون اینکه بتونه ارزیابی کنه بنا به عشقش تصمیم میگیره، بنا به پیشنهاد دوستش که میگه وای من و بقیه داریم میریم کلاس کامپیوتر یا کلاس پیانو، میگه اه پس منم باید برم این کلاس. بعد میاد به پدر مادرش اعلام میکنه میخوام برم کلاس پیانو. پدرش میگه برای چی؟ ما که پیانو نداریم. تو که؟ میگه نه من باید برم، خیلی هم مسئله مهمیه. چرا تصمیم گرفته؟ چون میخواد بین دوستاش حرفی برای گفتن داشته باشه، یا فکر میکنه دوستای من همیشه تصمیم های خوبی میگیرن پس منم تصمیم بگیرم. ولی این فرد نمیدونه که تصمیم گیری یکی از ملزوماتش اینه که من بیام اون موقعیت انتخابی رو با شرایط خودم، شرایط فعلیم و اهداف آتیم بسنجم، ببینم این هدف که دوستم انتخاب کرده برای من چقدر خوبه. بلد نیست، بنابراین تصمیم میگیره میره خیلی از مواقع وسطش ول میکنه.
و میگه که نه خوب نیست، خوشم نیومد، چون اصلا درست تصمیم نگرفته بود، تصمیم اشتباه بود. بنابراین یکی از نشانه های افرادی که تصمیم گیری غیر عاقلانه یا غیر بالغانه دارن، افرادی هستند که علاقه به کسب مهارت و یادگیری مهارت تصمیم گیری ندارن. میگن نه بابا کلاس چیه، من خودم بلدم و آزمون و خطا بهم کمک میکنه و تجارب زندگی کافیه که من توانمند بشم، اما فراموش میکنن که بعضی اوقات هزینه خیلی زیادی رو باید بپردازن. خب من اینجا 6 مورد از افرادی رو که تصمیم گیریاشون منجر به آسیب و زیان میشه رو براتون معرفی کردم. حالا شما چند مورد از این موارد رو دارین و فکر میکنید چقدر این کاستی ها وجود داره در شما؟ اگر اینطوره، یعنی نمره بالایی گرفتید بین 1 تا 5 چون قرار بود نمره گذاری کنین و تقسیم بر این تعداد 6 تا کنین که معدلتون در بیاد، پس شما نیاز دارید که مهارت کسب کنید و یعنی یک زندگی پر آسیب رو تجربه خواهید کرد. اما جنبندی بحثم، جنبندی اینه که اگه در این دوره تصمیم گیری بالغانه شرکت نکنید، چه زیانهایی میبینید؟ چه چیزایی رو از دست میدید؟ کسایی که تو این دوره شرکت نمی کنن با توجه به اینکه نیاز دارن به این مهارت و دائم دارن آسیبهاشو میبینن، 1. در موقعیتهای سخت زندگی قادر به حل مشکلات نیستن. ممکنه بگید حل مشکلات چه ربطی به تصمیم گیری داره؟ دوستان اصلا حل مشکل یعنی تصمیم این که من در این موقعیت سخت چی کار کنم، چه کاری انجام بدم، چه کارایی میتونم انجام بدم، بین این کارایی که میتونم کدومش بهتره، کدوم دوتاش برای من بسیار مهم و ضروریه که انجام بدم، کدوماشونو مراقب باشم انجام ندم برای من. پس کسی که تصمیم گیری بلده به نوعی توانایی حل مشکلاتش بالاه، مخصوصا وقتی بحران وجود داره و تحت فشار زیادیه، بعد قادر باشه از توانایی تفکرش استفاده کنه. دوستان ما توانایی تفکر داریم ولی مهارت اندیشیدن درباره یه موقعیت خاص و برای اینکه تصمیم بگیریم چه کار کنیم اغلب اوقات نداریم، چرا که الگوهای ما هم این مهارت رو نداشتن و به ما آموزش ندادن. افرادی که این دوره رو شرکت نمی کنن با وجود اینکه ضروریه براشون، مدام در تردید و استراب زندگی می کنن. تردید، کارم درست بود، غلط بود، نباید بهش زنگ می زدم و صبر می کردم، نباید زنگ می زدم، چی کار می کردم، استرسشون بالاه و در زمان طولانی مدام در تردید و استراب به سر بردن، چون ما مدام با تصمیم گیری روبرویم. همین که شما این پیج رو باز کردید دیدید که داره یه بحثی میده، شما تصمیم گرفتید بمونید، مثلا چی شد که تصمیم گرفتید بمونید؟ چی باعث شد گفتید بذار 3 ثانیه بمونم ببینم چیه، و بعد شد 10 ثانیه و بعد شد 1 دقیقه؟ اگه نتونید علت تصمیماتتون رو بعد از اینکه تصمیم گرفتید ارزیابی کنید، یعنی شما تو تصمیم گیری مهارت ندارید، این لایو رو از اول دیدید، اتفاقی باز کردید، هیچی، فرض کنیم اتفاقی بود، اما موندید توش، چرا؟ اگه نتونید به این چرا دقیق پاسخ بدید که من به این دلیل و این دلیل و این دلیل تصمیم گرفتم ادامه بدم و بمونم تو این صفحه، یعنی شما بلد نیستید تصمیمای خودتون رو تحلیل کنید، پس مهارت تصمیم گیریتون ضعف داره. این مهمه. اگر شما نتونید تصمیم گیریتون رو قوی کنید شخصیتی وابسته میشید، حالا فرقی نمیکنه به پدر مادرتون وابسته میشید یا به گروه دوستانتون،
بالاخره یه شخص یا یه گروه رو پیدا میکنید یا یه پیج رو که مدام، یا یه مشاور رو که مدام تو موقعیت ها اون بگه درست چیه غلط چیه. و این میشه که جامعه ما یا بسیاری از جوامع میشن جوامعی که عقب افتادن، چون بلد نیستن مستقل تصمیم بگیرن. همیشه باید یه نفر پیشرو باشه بگه بهشون چی درسته چی غلطه، در این موقعیت ها این کارو کنیم اون کارو کنیم. الان من دارم پیجایی که حالا بعضی اوقات رصد میکنم میبینم روانشناسا دارن آداب معاشرت رو یاد میدن، چجوری سلام علیک کنید، چجوری تو ارتباطات احترام بذاره. چرا آداب معاشرت رو یک روانشناس باید آموزش بده؟ مگه کار مهمتر، مهارت‌های مهمتری وجود نداره برای اینکه یه متخصص که سالها درس خونده بیاد آموزش بده؟ ما مهارت‌های کلیدی داریم که افراد یاد بگیرن، بعد خودشون تصمیم بگیرن که در موقعیتی که میخوان جذابتر عمل کنن لازمه یه چیزایی رو راجع به معاشرت با اون طیف از آدما برن کسب کنن. اگه ناتوان در تصمیم گیری باشیم، یک زندگی کلیشه‌ای و محدود خواهیم داشت، یه زندگی تکراری و پر از ترس برای ماجراجویی، و اگر خارج بشیم از اون کلیشه ها همش خطا میکنیم. پس مهارت تصمیم گیری خیلی ضروریه، خیلی ضروریه. و خیلی از آدما که مهارت تصمیم گیریشون ضعیفه آدمایی هستن که تصمیم میگیرن یه کاری انجام بدن ولی قادر نیستن به تصمیمشون عمل کنن، یعنی تصمیم رو یه روز دو روز یه هفته انجام میدن ول میکنن. خب چرا ول میکنی؟ برای اینکه متعهد موندن در تصمیم خودش شیوه داره. 5 قدم وجود داره که فردی که تصمیم خاصی رو گرفته روی اون تصمیم بمونه. مثلا شما تصمیم گرفتید زبان انگلیسیتون رو ظرف 6 ماه از سطح متوسط به پیشرفته برسونید، از آیلتس 6 به 8.5 برسونید فرضاً، و میاید برنامه ریزی میکنید، یه سری منبع دارید و یه سری مثلا پیج و فلان، یک روز دو روز سه روز خوب عمل میکنید، بعد ول میکنید، بعد میگید ای وای ول کردم باشه از هفته دیگه، ولی شروع نمیکنید. میاد رژیم بگیرید، تصمیم میگیرید. فرضمونم اینه که اصلا تصمیمتون ضروری درست بوده، باید این تصمیم الان میگرفتید. اما یک بخش مهم از تصمیم گیری اقدام به تصمیمه. خیلی ها نمیتونن بمونن رو تصمیمشون متعهد، و این جزئی از مهارت تصمیم گیریه که من در دوره مهارت بالغانه، تصمیم گیری بالغانه درس میدم چی کار کنید که تو تصمیماتتون بمونید، هیچی نتونه شما رو خارج کنه، هیچی نتونه شما رو سست کنه، متزلزل کنه که بگید حالا بعدم. نه، چرا؟ از پیش باید یه برنامه داشته باشید که خودتون رو متعهد نگه دارید. پس کسایی که قادر نیستن به تصمیمات درستی که میگیرن عمل کنن و پایدار بمونن حتما به این دوره نیاز دارن. و اگر این دوره رو شرکت نکنید فردی ضعیف میشید که پر از مشکل و کم راه حله، یعنی قادر نیست بین راه حل های موجودی که میتونه انتخاب کنه انتخابگری کنه و توی مشکل میمونه، مدت ها با مشکل گلاویزه، در یه شرایط ارتباطی بسیار دردآوره ولی نمیتونه تصمیم بگیره من با این رابطه درب و داغون چی کار میتونم بکنم، چه کارهایی میتونم بکنم، از کی کمک بگیرم، کدوم توصیه ها رو برم عمل کنم حتی. و این فرد قربانی ناتوانی خودش در تصمیم گیریه، نه قربانی یک رابطه بد یا صرفاً یک انتخاب اشتباه. اینه که الان که فهمیده این رابطه مشکل داره چرا نمیتونه تصمیم بگیره، چرا نمیتونه یک کاری انجام، یک کار درست انجام بده؟ چون مهارت تصمیم گیری نداره و ضعیفه. پس حتماً
بدون تردید اگر خودتون رو در شرایط این گونه میبینید، تصمیم بگیرید که همین امروز ثبت نام کنید. یکی از توصیه ها اینه، اگر در یک موقعیتی به نقطه ای رسیدید که بله درسته واقعا من باید این کار کنم، زمان نذارید، چون وقتی زمان میدید به تصمیمتون، بعد میگید آره لازمه ولی حالا آره خیلی، بعد شل میشید. مطمئن باشید که یه تصمیم گیری خوب مسیر زندگیتون رو تغییر میده. شاید چند درجه زاویه حرکت تغییر کنه، ولی از اینجا به بعد کل مسیر، به جای اینکه مثلا برید به سمت از تهران به شمال، میرید از تهران به جنوب، به یک جای دیگه، به یک مقصد دیگه، چون این آدمه اصلا مسیر زندگیش و در واقع رضایت از زندگیش رو تغییر داده. تو این دوره در ضمن یه میزان زیادی تحلیل رفتار آدم ها رو در موقعیت های مختلف یاد میگیرید و تحلیل فیلم ها که چرا این شخصیت در این مورد، در این موقعیت این کار رو کرد، چی شد که چنین تصمیمی گرفت. ما باید موقعیت ها رو ببینیم و توان داشته باشیم تحلیل کنیم. امیدوارم از این لایو آموزشی استفاده کرده باشیم. اگر کامل جزوه نکردید حتما وقت بذارید دوباره ببینیم. همزمانی که لایک میکنید، همزمانی که کامنت میذارید که حتما بذارید، برای دوستانتون هم ارسال کنید، بذارید دوستانتون ارزیابی کند که چقدر نیاز دارن این دوره رو بگذرونن و بتونیم کنار هم شخصیت‌های توانمندی رو بسازیم، هم خودمون هم اطرافیانمون، تا بتونیم رابطه‌های لذت بخشی رو هم داشته باشیم. امیدوارم که خوب باشید، منتظر کامنتاتون هستم و به امید دیدار. تا بحث دیگه، خدا نگهدار.